در اول ماه ینور مقامات گمرکی ولایت خطلان هزارها نسخه قرآن را با وزن عمومی 13 تن مصادره کردند. خبر میدهد پورتال بامداد. در خبر گفته می شود که این کتاب ها از افغانستان توسط گذرگاه پنج پایان آورده شده و به خاطر امنیت تا تصمیم کمیته دین مصادره شدند. پورتال با استناد به منابع خود همچنین خبر میدهد که قرآن ها بر اساس اعلامیه رسما به تاجیکستان وارد شده، پس از آن برای تفتیش محتوای آنها و خلاصه مقامات صلاحیت دار موقتا بازپس گرفته شدند. یادرس میکنیم که رژیم تاجیکستان به منظور جلوگیری از احیای اسلام در کشور سالهاست از ممنوعیت تعلیم دینی و کودکان تا ممنوعیت واردات ادبیات اسلامی تدبیرهای مختلف را به کار میبرد. از سال 2017 این جانب فهرست کتابهای ممنوع برای واردات به کشور جاری است که از جانب کمیته دین و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان ترتیب داده شدند. دامالله شاکرخان از دوشنبه به تحریریت خبرها درباره وضعیت مذکور چنین شرح داد. بله، رژیم برای دور کردن اسلام از تاجیکستان هر کاری از دستش می آمده را می کند. از جمله منع رفتن کودکان به مسجد، محدودیت های بیمعنی و تعقیب بیرحمانه مخالفین، منع واردات ادبیات اسلامی. این به من دوران حاکمیت شوروی را به یاد می آورد. در آن زمان نیز همه چیز ممنوع بود. ادبیات اسلامی خیلی کم بود. مردم با مبادله کتاب مشغول می شدند. بنابر عاقبت های ناگواری آن به همدیگر برای تحصیل به وقت معین کتاب می دادند. مردم تاجیک هم در آن زمان های سخت توانست دین خیش را حفظ کند و باور دارم که این دفعه نیز با اذن الله همین طور می شود.